حين ولدت أعطيتني. بله، السلام علیکم، بفرمید. السلام باشین، شبکه وصال حق. شبکه وصال حق، لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من اهورا هستم از کرج. آقای انصاری شما ای؟ انصاری هستم، بفرمایید. بله آقای انصاری، من یه جوان 24 ساله هستم، یه چند تا نکته خیلی دوست داشتم از شبکتون بشنوم، متاسفانه نشد که بشنوم حقیقتش. درست. به این خاطر زنگ زدم این چند تا نکته رو بگم. بفرمایید. یکیش این که مذهب شیعه به اعتقاد ما جوانای ایران فقط برای جدا شدن ایرانی از عرب بود ولا غیر، یعنی تفکری که پشتشه تفکری نیست که بخواد خیلی جامعه باشه، مثل قرآن خیلی بس داشته باشه، نه، یه تفکری بود که برای جدایی ایران از عرب بود، عجم از عرب. و آیین‌هایی مثل عاشورا و مثل محرم از آیین‌هایی مثل سیاوش و سوشیانس گرفته شده، الانم تو باکو تقریبا اجرا میشه، که آوردن برای محرم اجراش کردن، یعنی آیین محرم عزاداری که ده روز میکنن تو هیچ جای دیگه اسلام نیست. باشید من صدا میلرده چون خیلی عصبی هم، هیچ جای اسلام دیگه نیست. خب فقط مال ما ایرانی های متحجره که تصفیدیم به یه سری خرافه. چرا خرافه؟ چون تمام متفکرین، تمام کسایی که دانشمند بودن از لحاظ علمی ایران رو رها کردن دست یه سری آدم که فقط به فکر منافع خودش بودن. اسلام، دین اسلام و هر چیزی که هست رو خراب کردن فقط به خاطر مالندوزی. ببینید، من جوان ایرانی که متاسفانه شیعم از اسلام هیچی نمیدونم و اسم خودم مسلمون نمیدونم، حتی اینو من باید جرأت بگم 98% جوانای ایرانی بیدینند. میدونید چرا؟ چون از اسلام چیزی نمیدونن، یه سری خرافه میدونن، یه سری هم چیزایی که پدر در پدر نسل در نسل گشته. شما هر کسی که زنگ میزنه از ایران بپرسید آیا قرآن رو یک بار خونده یا نه. کسی که یک مذهب رو میخواد فکر کنه راجع به یک مذهب، من خودم انجیل رو خوندم اما قرآن رو نخوندم. میدونید چرا؟ چون اجبار شده بهم، چون به زور گفتن بخون، باید بخونی. این واقعا عصبی میکنه منو. چرا؟ چون خیلی کسا میان اسلامو خراب میکنن تو جمعای خودمون، تو مجالس خودمون. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از آخوند دارشون میاد، از آخوند متنفرن. این واقعا عصبی کننده است. چرا اسلامی که هیچی ازش نمیدونیم باعث بشه که چند نفر بیان راجبش بد بگن، در صورتی که اسلام تا اونجایی که من از حرفای شما فهمیدم، تا اونجایی که خودم یه ذره خوندم، مطالعه داشتم، سواد و علمم تونسته به اونجا بکشه، این بوده که دین خیلی قشنگیه، دینیه که تعادل داره، دینیه که نه افراد داره نه تفرید. ولی چیزی که ما آموزش شدن اینه که بزنید تو سر خودتون، فقط گریه کنید. اسلام دین گریه است؟ من واقعا دارم سواله، واقعا اسلام دین گریه است؟ دینیه که ما 12 ماه سال به خاطرش گریه کنیم. یه نصیحت برادرانه به عنوان برادر کوچیکتون دارم، اگر میخواید به ما کمک کنید، مذهب شیعه رو انقدر نزنید. ما هممون بهتر از شما میدونیم شیعه چیه، چون توش داریم زندگی میکنیم، اونم به اجبار. به اجبار یارو برگشته میگه جای زنی که بشینه بعد مرد بره سر اون جایی که زن نشسته، معذرت میخوام، ببخشید، عذر میخوام، باسن زن اونجا بوده، بلند شده، الان جای اون باسن گرمه، من برم بشینم قولم روشن. شما جای من عصبی نمیشی؟ میشی دیگه، قولت برم. پس جایی که بخوای وقت عزیزتو صرف کنی که تشیع رو خراب کنی، به جای اون کار بیا بشین اسلام رو توضیح بده برای من، قرآن رو توضیح بده. با به خدا من الان 1.5 سال دارم میگردم که یه قرآنی پیدا کنم که ترجمهش اصلش باشه، نیست یه کسی رو پیدا کنم که تفسیراتی که تو مغز خودش رو از قرآن نگه، اون چیزی که هست رو هم بگه. برادر عزیز، یه رسیت دیگه هم دارم از جنگ هایی مثل جمل، مثل احد، مثل بدر و زندگی و روایات پیغمبر، اون چیزی که هست رو تعریف کنید، نه اون چیزی که آخوندا میگن.
اون چیزی که هست بذارید ما با واقعیت آشنا بشیم، بعد قضاوتش با ما که آیا درست میگه یا خیر. خیلی از جوانای ایرانی که من سفارش میکنم شما رو گوشم ببخشید تو خدا وقتتون رو دارم میگیرم، ولی خیلی وقت میخوام بهتون زنگ بزنم. اون جوانای ایران همشون، من خیلی ها رو میگم شبکه شما رو نگاه کنن، فقط به خاطر اینکه با اصل اسلام آشنا بشن. شما نمیدونید که اسلام چقدر مظلومانه تو ایران داره خراب میشه، چقدر مظلومانه قرآن کریم بهش نعوذ بالله توحید میشه، چقدر مظلومانه الله. خیلی فجیعه، چون ما اصلا از اسلام چیزی نمیدونیم. ممنونم، از تلویزیون گوش میدم. ممنون، مرسی، خدا نگهدار. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. واقعا یعنی صحبت های شما برادر عزیز گرامی انسان رو ناراحت میکنه و همین حرفایی بود که من در شروع برنامه زدم، چون هدف اساسی از ساختن این مذاهب این بوده که اصل اسلام رو بدنام بکنن و موفق شدن در این کار. همین شما نمونه ای از موفقیت اینها هستید. شمایی که میگید تا الان من قرآن نخوندم، تورات و انجیل خوندم و چون مجبورم کردن نمیخوام بخونم، شما نمونه ای از موفقیت همین آخونده هستید. هدف اینا همین است، اسلام را به اندازه ای بدنام کردن که امروز شما و امثال شما جوانان ایران متنفر هستید از اسلام، از پیامبر اسلام، از قرآن. هدف اینا همین است. این که ما چرا از تشیع صحبت میکنیم به عنوان یک جریان انحرافی در اسلام، ما تا مشکل رو درک نکنیم نمیتونیم علاج بکنیم. شما میرید پیش یه دکتر، خیلی دکتر خوبیه، اون میکروبی که در وجود شما هست رو کشف نمیکنه، متوجه نیست که مرض شما چیست، هی دارو بهتون میده اما این دارو تاثیر نمیکنه. دکتر دیگه چیکار میکنه؟ قطراتی از خون شما رو میگیره میفرسته لابراتوار، بعد اونجا کشف میکنن که بدن شما میکروبی داره به اسم فلان و برای این میکروب فلان قرص مناسب هست. دکترایی که متخصص باشن اگر متوجه شده باشید یکی یا دو تا دارو بیشتر نمیدن. دکترایی که زیاد دارو میدن، یکی نمونهاش اینه، یعنی سببش اینه که مرض رو تشخیص ندادن، گفتن خب اگر که مالاریا باشه این دارو تاثیر میکنه، اگر که نمیدونم فلان باشه این دارو تاثیر میکنه، 3-4 تا دارو میدن، هر کدومش که تاثیر کرد کرد، اگر نکرد خب آثار جانبی هم که بیمار داره به جهنم بذار بمیره. بعضی دکترها اینطوری برخورد میکنن، اما طبیبی، پزشکی که تشخیص بده بیماری رو، اون دارویی رو تجویز میکنه که مفید هست برای بیمار و اون بیماری رو برطرف میکنه. شما تا بیماری رو نشناسید نمیتونید خودتون از دست این بیماری نجات بدید. تا عبدالله ابن سبأ یهودی رو نشناسید، تا مجلسی و کلینی رو نشناسید، نمیتونید خودتون از این طلسم آخوندیزم نجات بدید. باید بشناسید. من خیلی از دوستان وقتی باشون صحبت میکنم میگن که ما میخوایم مثلا در مورد اهل سنت بیشتر اطلاع پیدا بکنیم. من بهشون میگم شما در مورد مذهب خودتون اول اطلاع پیدا بکنید. کافی است یک شیعه بره همین کلینی رو بخونه، کافی رو بخونه، از اسلام و تشیع و دین و اهل بیت و پیامبر، از همه چیز بیزار میشه. پنهان میکنن از شما، حقایق رو بهتون نشون نمیدن، جرأت دارن، مردانگی دارن اصل کتب خمینی رو بیان ترجمه کنن در اختیار مردم قرار بدن. آیا مردم از خمینی و انقلاب خمینی متنفر میشن یا نمیشن؟ چرا امروز در صدا و سیما، در رسانه ها گزینشی پخش میکنن سخنرانی های خمینی رو؟ هرچی که گفته پخش نمیکنن. هزاران ساعت سخنرانی داره، چرا همه رو پخش نمیکنن؟ چون میدونن که چی گفته در این سخنرانی ها. آبروی خودش هم برده، آبروی مذهب هم برده، آبروی نظام هم برده. شما هر وقت که اصل دینتون رو شناختید و این مذهبی که به شما تحمیل شده رو شناختید، بعد از اون باید به سراغ دارو برید. دارو چی است؟ قرآن. داروی بیماری شما و امثال شما جوانانی که گرفتار این بیماری ها هستن قرآن است. شما الان میگید که به خاطر عرب و قضیه عرب و عجم مردم رفتن به طرف تشیع. من به نظر من این اشتباهی است که یعنی متاسفانه خیلی ها گرفتارش هستن. ما
تا قبل از 500-600 سال قبل که ایران به دست صفویزم نیفتاده بود، به دست شاه اسماعیل صفوی نیفتاده بود، به دست آخوندهای جبل العمل لبنان نیفتاده بود، به دست مجلسی که یکی از آخوندهای دربار صفویت بود و این 110 جلد دایرة المعارف خرافات شیعه را نوشته نیفتاده بود، ایران یک کشور سنی بود. ایران در اون زمان سرزمین فارس بهش میگفتن، همه فارسی زبان بودن، اکثریت فارسی زبان بودن. همین ایران در اون زمان قبل از صفویت، مسلم نیشاپوری صاحب کتاب صحیح مسلم، ابن ماجه قزوینی صاحب سنن ابن ماجه، اصفهانی، امام بخاری و ابو ریحان بیرونی و هزاران نفر، صدها هزار نفر از علما در مجالات مختلف، زکریای رازی و یعنی اگر من بخوام تا صبح فقط اسم و سال تولد علمای فارسی زبان یا از سرزمین فارس رو برای شما بیان بکنم، هنوزم این وقت کفایت نخواهد کرد. در زمانی که ایران اسلام ناب محمدی و اسلام خالص و اسلام حقیقی رو میشناخت، امثال این علما به جامعه تحویل داد، به جهان تحویل داد. امروز عرب‌ها افتخار میکنن به ابو داوود سجستانی، به نسائی، به ابن ماجه قزوینی، به مسلم نیشابوری، به این علمایی که امروز علم حدیث پیامبر رو برای ما حفظ کردن. عرب و عجم بهشون افتخار میکنه. اما امروز سرزمین همین علمایی که یک زمانی افتخار برای اسلام بودن و تا امروز هم هستند، جالانگه عده احمق و جاهل و زندیق و مشرک شده که مردم را دارن از دین متنفر میکنن. از موقعی که اینها اومدن و مذهب رسمی ایران را مذهب شیعه صفوی قرار دادند، آنطوری که دکتر شریعتی هم اشاره میکنه در کتابهای خودش، بعد از اون به جای این که ملت ایران پله های پیشرفت و ترقی رو به پیمایت، یعنی امروز در نزد جهان اسلام متنفرترین کشور، کشور ایران است. از اسرائیل بدتر در بعضی از کشورها معامله میشه. تقصیر ملت شریف ایران نیست، تقصیر همین آخوندهایی است که این تصویر ذهنی زشت را از ایران در اذهان دیگران ایجاد کردند. شما را به خدا این مقطعی که من نشون دادم، کلیپی که نشون دادم که جمع شدن در اینجا، یک آخوندی هم در وسطشون نشسته، ابوبکر و عمر و عثمان رو لعن میکنن. خب شما، به نظر شما تصویر ذهنی مسلمانان جهان از شماها چه خواهد بود؟ از دینتون، از مذهبتون، از آخونداتون، از علماتون، از حکومتتون. پس تقصیر اسلام نیست. و اینکه شما دور ماندید از قرآن، اینجا هم تقصیر اسلام نیست. شما برید امروز اینترنت مانند یک دهکده کوچیک همه جهان رو به هم نزدیک کرده. در همین سایت عقیده، دوستان عزیز، من این سایت رو باز میکنم که بینندگان عزیزمون با این سایت آشنا بشن. دوستان عزیز نشون بدید لطفا این سایت رو. شما فقط برید به این سایت www.aqeedah.com و در بخش موضوعات قرآن، در بخش قرآن شما هر چه بخواهید هست. تفسیر میخواهید، اسباب نزول میخواهید، ببینید تفسیر تابشی از قرآن، ترجمه و تفسیر قرآن کریم، جلد اول، جلد دوم، جلد سوم، جلد چهارم، مؤلفش کیه؟ آیت الله العظمى سید ابوالفضل ابن رضای برقی، یکی از مراجع بزرگ قم، همدوره خمینی، که بعد از اینکه الله سبحانه و تعالی ایشون رو برای راست به راه توحید و یکتاپرستی هدایت کرد، خانه نشینش کردن، توهین بهش کردن، قصد ترورش رو کردن، اهانت‌های فراوانی به ایشون شده. و در این، در بخش تفسیر فقط ترجمه قرآن کریم، ترجمه تابشی از قرآن، ترجمه جدولی قرآن، ترجمه شاولی الله دهلوی، ترجمه معانی قرآن توسط محمد گل گمشادزئی، ترجمه معانی قرآن توسط مسعود انصاری، ببینید تفسیر، تفاسیر مختلف، تفسیر احسن الکلام، تفسیر انوار القرآن، جلدهای مختلفش، تفسیر بزرگترین سوره قرآن،
تفسیر جلالین، فارسی جلد اول، دوم، سوم، ششم، پنجم. ببینید تفسیر راستین، ترجمه تفسیر کریم الرحمن. ببینید ما در اینجا تفسیر معارف القرآن 12 جلد است تقریبا، بر روش های مختلف داره این تفاسیر، از علمای احناف هست، از علمای سلفی هست، از علمای حنبلی هست، از علمای مختلف جهان اسلام. میتونید شما به هر کدوم از اینا برید اعتماد بکنید، اما من بهترین تفسیری رو که در بین این تفاسیر دیدم هم از نگاه ادبیات فارسی تفسیر انوار القرآن است که نوشته استاد عبدالرؤوف مخلص، رئیس دانشکده الهیات دانشگاه هرات سابق. ایشون بهترین تفسیر رو در این باب نوشتن، مختصری از چند تفسیر است در 6 جلد. میتونید از این تفاسیر استفاده بکنید. هر کدوم از شما عزیزان ایمیل بفرستید به ایمیل book@vesalhaq.tv، دوستان این ایمیل رو زیرنویس خواهند کرد. هر کدوم از این تفاسیر رو بخواید ما براتون میفرستیم، چون این سایت طبعا در ایران فیلتر شده و این آخوندا نمیذارن که شما به حقایق پی ببرید. همه این سایت ها رو فیلتر کردن، حتی همکاری با این سایت ها جرمه. چه بسیارن کسانی که به خاطر همکاری با این سایت ها امروز در گوشه های زندان افتادن، چون نمیخوان مردم بیدار بشن. چون هر وقت که جوانهای ایران بیدار شدن، اون غل و زنجیری رو که آخوندها به گردنشون انداختن میندازن دور.